بسم الله الرحمن الرحیم. آیا می دانید در فتح ایران و به دست عمر ابن الخطاب کتابخانه ها سوزانده شد و بسیاری از علوم ایرانیان از بین رفت؟ این رو خوب دقت کنید. ما مکرری مسئله رو باز کردیم، مطرح کردیم، کتاباشو آوردیم نشون دادیم، الان هم باز داریم همین رو مطرح میکنیم. قابل توجه کسانی که افتخار میکنن به فتوحات خلفا، افتخار میکنن به کشورگشایی ها، اینها رو که ما برای شما میخونیم، خود به خود خودتون کار خلیفه اول و دوم را در جنگ هایی که این طرف اون طرف انجام میداد، کشورگشایی هایی که انجام میداد، این کار رو خود به خود خودتون تقبیح میکنید. یعنی نه تنها افتخار نیست بلکه افتضاح هست، مخصوصا در جنگ ایران که جنایت های عجیبی صورت گرفت و هم جنایت های انسانی و الان هم جنایت های علمی و فرهنگی، که واقعا جنایتی که خلیفه در ایران در این قسمت انجام داد تا به امروز قابل جبران نیست، که حالا عرض میکنم از روی قضیه رو بخونیم. ابن خلدون کتاب تاریخی دارد و مقدمه‌اش شاید معروف‌تر از اصل کتابش باشه، معروف به مقدمه ابن خلدون، صفحه 50 چاپ دارالفکر، کتاب الاول فی طبیعت الامران. این عالم بزرگ سنی مذهب ابن خلدون جزو بزرگ هاست. ایشون نقل میکند داره جنگ، یکی از جنگ هایی که ایران عمر انجام داد برای فتح ایران، داره توضیح میده. بعد حالا این جمله رو دقت کنید، میگه فالعلوم کثیرتون والحکما فی امم النوع الانسانی متعددون. میگه علوم زیادن، حکما در بین مردم متعددن، و ما لم یصل الینا من العلوم اکثر من ما وصل. این عالم بزرگ سنی میگه اون علوم و اون دانش هایی که به دست ما نرسیده از قدیمی ها خیلی بیشتر از اون علومی که به دست ما رسیده. وقتی تکرار دقت کنید داره اعتراف میکنه فاین علوم الفرس التي امر عمر بمحوها عند الفتح. کجاست علوم ایرانی ها که وقتی عمر فتح کرد ایران رو دستور داد همه علوم ایرانی رو از بین ببرید؟ خیلی عجیبه. یعنی ببینید اصلا بحث مذهب و دین نیست، دانش به طور کلی یه چیز پسندیده است، علم به طور کلی چیز پسندیده است. این خلیفه ای که نه خودش از علم بهرمند بوده و نه میگذاشته که دیگران از علم بهرمند بشن، اینجا جناب ابن خلدون داره اعتراف میکند که بسیاری از علوم ایرانیان، بسیاری از کتب ایرانیان که خب کتاب‌های مفیدی هم بوده، گاهی در طب بوده، در ریاضیات بوده، در نجوم بوده، در حساب بوده، در هندسه بوده، شیمی، علومی که بسیار به درد عموم مردم می‌خورده و تنافی هم با قرآن و سنت نداشته و چیزی نبوده، یا علم غیر الهی مثلا یا مقابل علم الهی باشه، اینایی بوده که بالاخره کشفیات. ایشون داره حسرت میخوره کجاست علوم ایرانیانی که عمر امر کرد اینها رو از بین ببرید وقتی که ایران رو فتح کرد. اینا واقعا افتخار داره انصافا. شما به چنین خلیفه افتخار میکنید و باید خجالت بکشید. ما خلیفه و اماممون کسی است که هر علمی که شما الان در روی کره زمین تصور کنید ریشش با آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، فاروق اعظم، صدیق اکبر و از طریق ایشون به پیغمبر اکرم برمیگرده. شک نکنید. از هندسه و از ریاضیات و از نحو و از صرف و از شیمی و از فیزیک و هر چی که شما فکر کنید اگه درست تاریخ رو بررسی کنید ببینید ریشش دست ائمه اهل بیت است. و خلیفه شما چه میکند؟ علومی که از ایرانیان رسیده، زحماتی که شما ایرانی ها اجدادتون کشیدن، فقط به خاطر جهل خلیفه دستور میده همه اینا رو از بین ببرن. Straight Away TV youtube.com/straightawaytv. aparrot.com/rokorast.